سرخط اخبار مجازی عقب نشینی تاکتیکی جمشید معیشتی و همچنان متهم شدن مسعود رستمی با نقض حقوق بشری. برای جزئیات بیشتر این موضوع در ابتدا جمشید معیشت را روی خط دارم. آقای معیشت بفرمایید بالاخره این تمرینات شما به کجا رسید؟ سلام علیکم گوتن تاگ چاشت زیبایتان بخیر امیدوارم که بجور آرام سرمند باشه قفقای پایین در اورنجکای دستان من گم شش گرده دادن گرده کته تو عیشت و معیشت بکنم. تشکر جوان سپاس از جناب شما آقای جمشید معیشت. هم اکنون صد عورت شما معلوم میشه. ما نمیتونیم که تصویر شما را به از طریق چینل خود به نشر برسانیم و در این بخش برنامه رئیس فیفا را نیز با خود داریم. آقای مسعود رستمی شما به عنوان رئیس فیفا چرا این مسابقات را برگزار کرده نتوانستین؟ بفرمایید روی خط هستین. میخواید این فایت برگزار شود یا نشود ویدیو رو تا آخر بینید باشید. سرنوشت ساز است. اگر ویدیو رو نادیده گرفتید ملامت خودتون است. آقای مسعود رستمی با معذرت شما به عنوان رئیس فیفا که مسابقات را برگزار کرده نتونستین چرا ملامت گیره بر دوش ملت مندازین؟ چرا بالاخره فالوورای شما از شما توقع این چنین داشت؟ بفرمایید روی خط هستین ادامه بدین. از اول تا آخر بنده مخالف هر اتفاق بد در میان ما افغان ها بودم هستم و تا لحظه مرگ خواهم. پس بیایید از حق نگذریم چون حق نام الله متعال است. در این چند وقت دو برادر دو هموطن تشنه خون همدیگرند. هیچ شخصی برای صلح یا آشتی این دو برادر صدا بلند نکرد. اما تعجب من در این کردم که یکی از هنرمندان معروف کشورمان شخص. سپاس فراوان از جناب شما آقای مسعود رستمی رئیس فیفا و همچنان عضو برگزار کننده رقابت های بین المجازی و همچنان دفتر سیاسی عرفان دهقان در یک گزارش به نشر سپرده گفته است که یک تن از آوازخوانان با تمام وسایل دست داشته است من جمله مایک و گیتار به دفتر سیاسی وی مراجعه کرده و گفته است که از پروسه بین الصلحین مجازی حمایت می کند میان جمشید معیشت و عرفان دهقان. این بود اخبار این ساعت. موفق و صرف بلند و کامیاب باشین.